اگه اشتباه نکنم 79 که میگه کودکان نباید کار بکنن، ولی من واقعا اعتقاد دارم که نه، قانون کار با این بند خودش رو رها کرده از مسئولیتایی که در ازای کار کودک داره. شما هیچ جور حد اکثر بازرسان کار، حد اکثر کاری که میکنن اینه که میرن سر میزنن، هیچ تلاشی نمیخواد. این بچه وقتی کار میکنه مجبور کار بکنه، شما باید در واقع آلترناتیوشو پیدا کنین که چه چیزی جایگزین کنین که این بچه کار نکنه، ولی گوش کارفرما رو میگیرن، جریمش میکنن و نهایتاً به اینجای منجر میشه که کارفرما بچه رو بیرون میکنه. اگر کسی بخواد اینها رو جمع‌آوری بکنه، بلافاصله مردم خب شاید برخورد میکنن با اون کسی که داره جمع میکنه. تو سطح شهرم که خب شما میبینید دیگه، وقتی با یه کودک کار مواجه میشن از واژه جمع‌آوری استفاده میکنن. وقتی این مدلی صحبت میشه، خب ما بارها و بارها جلسات دولتی رو ترک کردیم فقط در اعتراض به استفاده از واژه‌هایی که واقعا در خور بچه نبوده، مثلا صحبت از جمع‌آوری کودکان کار که مرادف با جمع‌آوری حالا مثلا زباله، یعنی این مدلی برخورد میکنن. خب اینا خیلی درد داره، نشون میده که تا چه حد مسئله پیمان نامه توی جامعه ما پذیرفته شده. کار میکنم مثلا هفته میرم، مثلا ساعتشم از ساعت 7 میام سر کار تا ساعت 11 اینا، تا ساعت 11 بعدش هم میرم مدرسه. روزای جمعه پنجشنبه از صبح تا از ساعت 7 تا 5 میام کار میکنم. من کارمو دوست دارم، خیلی خوبه، مثلا کار میکنم، حقوقم هم به اندازه کافی خوبه دیگه، درآمدم خوبه، برای خرج مدرسه‌مو میشه دیگه. من کار میکنم تا خرج مدرسه‌مو در بیارم، میخوام موفق بشم دیگه، یه باری از دیگه زحمت به پدر مادرم زیاد ندن. والا پیمان‌نامه رو از سال 74 که ایران پذیرفت، من راستشو بخواید حداقل به لحاظ دولتی هیچ جایی مصداق عملیشو ندیدم، یعنی نه تو آموز پرورش، یعنی اون ارگان‌هایی که با دولت با کودک دارن کار میکنن، هیچ جا مصداق پذیرفتن این پیمان‌نامه رو خیلی راحت بگم ندیدم. از آموزش پرورش که خب عمده ترین گروه های کاری دست اون گروه های هدفی که در واقع مورد نظر پیمان نامه است دست اوناست،
خیلی راحت میتونم و با جسارت بگم به همون میزانی که NGO ها یا سازمان های غیر دولتی یا به هر صورت فعالین حقوق کودک تلاش میکنن که بچه رو دوباره برگردونن به دنیای بچگی و در واقع آموزشش، با همون فشارم هم آموز پرورش داره این بچه ها رو در واقع میزنه از دنیای آموزش و کودکانه بیرون. من که این بابادم و از نجال فریدون هستم، رستم به او احترام گذاشت و از او خواست همراه دوستانش به ایران بیاید. اصولا تو جامعه ما همه یا بی تفاوتن نسبت به مسائل یا حد اکثر تفاوتشون اینه که در واقع بگن که نباید باشه، ولی چی باشه اصلا مهم نیست، یعنی جایگزینش چی باشه رو کسی بهش نمیپردازه. مثلا شبانه زنگ میزد مادر یا خود بچه یا برادر بزرگترش که مثلا بهروز دستگیر شده، ما با شال و کلاه میکردیم میرفتیم سراغ شهرداری میگفتیم بابا این بچه ماست فلان بهمان، آزادش میکردیم دوباره باز فردا. یعنی من فکر کنم تنها کاری که ایجاد شد یه واسطه‌ای به نام NGO این وسط شد که میرفت ضامن میشد بچه رو میآورد بیرون، دوباره فردا از اول حرکت از اول. باز به نظر منم اون اگه جواب میداد که به هر صورت آمار همینطوری رفته بالا نمیره. کار مثلا مشکل اون شهرداری که میاد مثلا اذیت میکنه، مثلا میاد وسایل رو برمی داره میره، مشکل فقط شهرداری و دیوتی راستیه. حالا شده مثلا وسایل برداره ببره؟ بله. رفتیم مثلا چیزش هم این شهرداری وزارتش هم رفتیم اونجا، بعد یه نمه از وسایل همون رو دادن یه نمه شون نده، مثلا خودشون قایم کردن گرفتن خودشون. بگون اینجا خیلی شلوغ هست رفت آمد؟ نه متوسطه. یعنی بهانه‌شون میخوده؟ میخواد بهانه‌شون. نه میخواد اصلا بهانه‌شون. خب پس چیکار میکنیم؟ بیان چه مشکلی؟ چیکار میکنم شهرده؟ دیگه اگه بیاد دیگه وسایلمون جمع میکنه. میبرم؟ یه موقع اگه زیاد وایسیم خودمونم میبرم بازشگاه دیگه. دیگه تا حالا پیش اومده این مشکل؟ تا حالا کلا وسایلمون بردن. 3-4 دفعه بردن. دیگه دوباره رفتیم آخرش نصفشو دیگه دادن. دیگه بقیه شد نیستم نشدن یک کمی شد دادم بقیه شد واسه خوشون نگه داشتن. میدم یکی از در واقع دلایلی که ما رو با ناکامی مواجه میکنه و نتایج عملیات ما رو به بنبست میرسونه مداخله مردم در امر ساماندهیه. این کودک خیابانی معلول عوامل دیگری است که خیلی از جاهای دیگه میتونن تو این زمینه در بروزش نقش داشته باشن، طبیعتاً در مدیریت و کنترلش هم میتونن نقش داشته باشن. خیلی هم من با اصطلاح ساماندهی آنچه که دهن پرکن معمولاً هست موافق نیستم، چون آنچه که ما از ساماندهی برای ما متصوره اینه که این بچه دیگه تو خیابون نه، دیگه اصلا کودک خیابانی نداشته باشه. به نظر من این امکان پذیر نیست. ما 5 تا قانون برنامه توسعه داریم که الان در واقع پنجمیش رو داریم اجرا میکنیم. عنوانش اقتصادی اجتماعی فرهنگی است، اما اقتصادی عمرانی است از نظر من، نه اجتماعی است نه فرهنگی است. این به دلیل ضعف حوزه اجتماعی در سیاستگذاری های کلان کشور ماست. از معلولش میشه کودک خیابانی، میشه معتاد، میشه دختر فراری و موضوعات شبیه اینه که ما تو جامعهمون داریم میبینیم. و کودک خیابانی یه جایی معلوله، حتی آسیب اجتماعی دیگری است، چون اینا مثل زنجیر به هم دیگه وصلن. گرچه ما این من به شخصه به عنوان یک مددکار اجتماعی کودک خیابانی را آسیب دیده اجتماعی نمیدونم. عادت کردی؟ عادت کردی؟ ولی دستت زخمی میکنه؟ حالا زخم نشده. زخم نشده؟
زخشو چیکار کنیم؟ زخشو حسب اینکه حساسیت مسئولین در تهران به دلیل تجمع مسئولین در قوای مختلف در تهران بیشتره، طبیعتاً حساسیت نسبت به این موضوع بیشتر شد و این حساسیت باعث شده که همه سازمان‌ها سعی کنند حداقل در تهران یک مقداری فعالتر از شهرهای باشن که شاید دورتر و کمتر در معرض در واقع انتقاد مسئولین حالا مرتبط و گاهی مواقع حتی غیر مرتبط باشن. ناهید هیدری هستم، کلاس پنجم. چند سالته؟ 15. چند سال داری کار میکنی؟ سه ساله؟ سه سال اینجا کار میکردی؟ جای دیگه کار نکردی؟ از کارت راضی هستی؟ کیا میای اینجا؟ صبح نمیام، بعد از ظهر. صبح نمیای؟ نه. هیچ روزی صبح نیست؟ فقط بعد از ظهر. بعد از ظهر از ساعت چند میای؟ بعد از ظهر از ساعت 6 میای. تا ساعت چند؟ تا هر وقت تموم شد. اصولا ساعت چند تموم میشه؟ 11 12 12 شب. خود این که این سن کار کردن و حضور در خیابون ها داره به سنهای بسیار پایین تقلیل پیدا میکنه. گاهن میبینید که یه طفل شیرخوار، یه بچه شیرخوار توسط مثلا مادری که یعنی صحنه‌های بسیار رقتبار، صحنه‌های بسیار عاطفی رو در فضا ایجاد میکنن توی هوای سرد، توی زمستون. خب این کاملا مشخصه که در واقع داره با عواطف مردم، عواطف کسانی که گذری از اونجا عبور میکنن داره برخورد میکنه و بدون اینکه مدیریت بشه. الان من داره میبینم واقعا سخته. الان ما خودمون حالا این ور صحبت یارانه اون چیزا اومده، حالا اجاره نمیدیم. الان من دارم میبینم ماهی 300-400 هزار داره اجاره میده. فکر نمی کنم من بتونم من بدم. حالا چجوری موندن اینجا من تعجب میکنم، یا اصلا من موندن اینا رو اینجا رو من تعجب میکنم چجوری اینجا موندن. شما چرا بچه های ایرانی استخدام نکردید؟ واقعا بچه های ایرانی نمیان. از اون ما الان بچه ها بکشیشون هم هیچ وقت تو این کار نمیان، اصلا نمیان. چون اکثرا میبینی پدر مادرها یه جوری خب تامینه، به احتیاج به پولش نداره، یا هر چقدر هم زرد بکشه مثلا سعی میکنه این بچه کار نکشه یا نمیذارن. الان من خودم بچه خواهرم هستم سه ماه تعطیلی، یا بچه های خودمون هر کاری کردم سه ماه تعطیلی بیا بشین اینجا، حالا هر وقت دوست داشتی برو، هر وقت فقط یه ساعت دو ساعت بیا کمک کن نیومد. چون آخه این سنی ندارن. الان واقعا من خودم ناراحت میشم تو این سن، خدا شاهده، یعنی اشتباه کار کردم، ولی مجبوره دیگه. کارفرما راضی هست؟ بله. خب ببینید، به خاطر یه سری شرایط کاری که اینجا هستش، خیلی از بچه های ایرانی قادر به کار کردن اینجا نیستن، بنابرای دلیلی که وجود داره. حالا شاید مثلا فکر میکنم با توجه به سختی کاری که اینجا داره، حقوقی که میخوان بگیرن خیلی کمتر از اون چیزیه که واقعا مستحقشونن. متاسفانه بچه های ایرانی نمیان کار کنن اینجا و ما مجبوریم که از بچه های افغانی استفاده کنیم، چون بچه های افغانی هم از بابت کارکرد ساعتیشون خیلی بیشتر از کارگرای ایرانی کار میکنن، هم از بابت درآمد و دستمزدی که میگیرن نسبت به بچه های ایرانی خب خیلی کمتر میگیرن. یعنی منظور که با حداقل دستموز حد اکثر کارایی رو بس ما دارم. چون من که الان مثلا به کارگر داره میدم 5000 تومان، اگه خود ایرانی بیاد مثلا شاید حقوقش دو برابر سه برابر میشه. بعد یواش یواش بالاخره عادت میکنیم به این شرایط. بعد الان عادت کردیم مثلا حقوق پایین بدیم و بخشی داد بزنیم خیلی راحت. ولی خب واقعا اگه کاری از برای این بسته مثلا آدم بتونه بکنه به خدا خیلی خوبه. چون من واقعا دارم میبینم مثلا میادم اینجا من خودم ناراحت میشم، راضی هم نیستم بیاد به خدا. ولی الان مثلا صبح میان 11 میرم، 11 میدونم میرم مدرسه،
یا پنج دوباره میان میدونن تا هشت کار میکنه، هشت میدونن خونه. خب وقت نمیمونه، حالا چجوری درسشون رو میخونن من نمیدونم. ببینید مسئله کودک کار که از در واقع رقت بارترین قصه های حوزه آسیب های اجتماعی علل خصوص در حوزه کودک هستش که امروز در موردش داریم بحث و صحبت میکنیم و مولود آسیب های اجتماعیه که در خانواده یا محصول طلاق فرزندی که محصول طلاق، محصول اعتیاد، محصول بیکاریه و خیلی از موضوعاتی که خانواده رو نابسامان میکنه، آشفته میکنه. از این خانواده نابسامان و آشفته کودکی بیرون میاد که ناگزیره برای اینکه بتونه شرایط اجتماعی لازم رو برای خودش کسب بکنه، قبل از اینکه به سن لازم برای ورود به عرصه کار و فعالیت داشته باشه وارد بازار کار میشه و شروع به کار میکنه. اگرچه مشاغلی که کودک کار ناگزیر به انجامش هست مشاغل کاذبه و مشاغلی نیست که بتونه در واقع رضایتمندی خانواده یا کودک رو فراهم بکنه، اما ناگزیر به انجام اون کار میشه. در شرایط حتی سیاسی اجتماعی مختلف میتونیم شاهد کودکان کاری باشیم که خارجی هستن، کودکان کاری باشیم که در داخل کشور زندگی میکنن و صاحب خانه و خانواده هستن و در واقع خیابان به منزله محیط کار برای اونا محسوب میشه.